میکونوس برای کسانی که قصد مسافرت و گذراندن تعطیلات را دارند نام جزیره ای است در یونان که با آن طعم شادی و طراوت همراه است. اما میکونوس برای کردها یادآور خاطره تلخی است که در رستورانی با نام این جزیره آبی در دریای نیلگون مدیترانه با رنگ قرمز خون کسانی آغشته شد که برای رسیدن به آزادی و اهداف والای انسانی ملتی گم شده در گذر تاریخ مبارزه می کردند. در 26 شهریور ماه سال 1371 برابر با سال 1992 میلادی دستگاه ترور جمهوری جنایت و ارعاب دکتر صادق شرفکندی و سه همراه وی را به قتل رساند. دادگاه بررسی به این جنایت در آلمان با شجاعت تمام در سال 1996 حکم بانیان این جنایت که همگی از کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بودند را محکوم کرد. در 25 فوریه امسال سال 2014 میلادی در آمریکا مراسمی ویژه برای تقدیر از دو مقام قضایی پیشین آلمان برگزار شد که هر دو مسئولیت اصلی را در رسیدگی به پرونده میکونوس بر عهده داشتند. بینندگان تلویزیون تیش با سلام عرض شما و به منظور بررسی این موضوع مهمانان برنامه خانم رویا حکاکیان نویسنده کتاب قاتلان قصر فیروزه از آمریکا مهمان برنامه هستند. خانم حکاکیان به برنامه خوش اومدید. خیلی ممنون از اینکه از من کردین. بله. مهمانان دیگر برنامه آقای شریف بهروز نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا و کانادا هستند. آقای شریف بهروز به برنامه خوش اومدید. خدمتتون سلام دارم. ممنونم که در خدمتتون هستم. بله. و مهمان دیگر برنامه آقای رحیم رشیدی روزنامه‌نگار از آمریکا در این برنامه حضور خواهند داشت. آقای رشیدی به برنامه خوش اومدید. بسیار سپاسگزارم و خدمت مهمانان محترم برنامه‌تون عرض ادب و سلام دارم. سپاسگزارم برای این برنامه. بله. حکاکیان من سوال رو با شما شروع می‌کنم. کتاب قاتلان قصر فیروزه. بله. چرا این نام رو انتخاب کردید و چرا موضوع کردها برای شما جالب بوده؟ بله. 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 خانم حکاکیان صدامون رو میشنوید؟ بله. بله. مثل اینکه مشکل تکنیکی داریم برمیگردیم. من سوالم رو با آقای شریف بهروز شروع میکنم. آقای شریف بهروز شما در مراسم روز 25 ماه گذشته در آمریکا در نیویورک حضور داشتید. بانیان و کسانی که در زنده شدن نام دادگاهی میکونوس فعالیت داشتند و در این کار دست داشتند میشه برامون توضیح بیشتری بدید؟ شما در اونجا حضور داشتید. بله. بار دیگه خدمت بینندگان شنوندگان تلویزیون تیش که سلام و عرض ادب دادم و همچنین مهمانان گرامی این برنامه. بله، همونطور که خودتون اشاره فرمودید 25 فوریه 2014 روز سه‌شنبه در شهر نیویورک در شعبه جنوبی دادگاه فدرال نیویورک نشستی برپا بود برای قدردانی از دو دادستان پرونده میکونوس که بعد از 17 سال برای اولین بار به این شکل و در این محتوا از خدمات ایشان و از برحال شجاعتشون در پرونده میکونوس قدردانی شد و البته این قدردانی از طرف انجمن وکلای آمریکا که در واقع بزرگترین انجمن وکلای کشور هست، انجمن وکلای فدرال، تداعی دیده شده بود و از افراد خیلی در واقع سرشناسی برای شرکت در این برنامه بخش تجزیه و تحلیل از خانم روی حکاکیان گرفته که نویسنده کتاب قاتلان قصر فیروزه هستند و این کتاب انگلیسی و فارسی و بله.
آقای شریف بهروز، مثل اینکه خانم حکاکیان روی خط هستن، با اجازهتون من دوباره سوال رو از خانم حکاکیان شروع میکنم. خانم حکاکیان، من دوباره سوالم رو طرح میکنم که قاتلان قصر فیروزه، این سرتیتر کتابتون هست و این موضوع در مورد داستان ترور دادگاه میکنوس است. من میخواستم ببینم چرا داستان ترور کردهای فعال سیاسی برای شما جالب بوده؟ والا اولا اسم کتاب به این دلیل قاتلان قصر فیروز است که در واقع عنوان کتاب برمیگرده به بخشی از شهادتی که شاهد سه در دادگاه انجام میده. و خب اگه من الان برای شنوندگانتون بگم که پودچی و اینا، ممکنه کتاب نخونن، برای همین من نخواهم گفت، بخاطر اینکه دوست دارم که شنونده های شما کتاب بخونن تا این رمز رو کشف کنن که چرا قاتلان قصر فیروزه. ولی من خودم یه اقلیت مذهبی هستم از ایران و کلن موضوع اقلیت ها همیشه برای من موضوع جالب جذابی بوده، اما از اون گذشته به نظر من کل داستان میکنوس، کیسی میکنوس، یکی از مهمترین داستان‌های و یکی از نقاط عطف تاریخ 35 ساله اخیر ایران، وقتی که به تاریخ اخیر ایران از دریچه حقوق بشر نگاه بکنیم. چون خب خیلی از این قتل‌ها اتفاق افتاد در سراسر اروپا و بقیه جاهای دیگه دنیا، اما این کیس خاص بود که جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد. برای همین به نظر من خیلی موضوع این دادگاه و نوعی که کیس به دادگاه رفت، نوعی که اپوزیسیون در سراسر آلمان با همدیگه همبستگی به خرج دادن و عمل کردن با کمک کردها که این کیس رو جلو ببرن و مانع از این بشن که فراموش بشه، همه اینا دست دست هم داد، البته با یک سیستم ادارت بسیار غیر قابل مقایسه با هیچ سیستم حقوقی در سراسر دنیا که همون سیستم حقوقی آلمان باشه، عوامل مختلفی از این جمله دست دست هم دادن که این کیس در واقع باعث بشه که جمهوری اسلامی دست از ترورا حداقل برای یکی دو دهه برداره، و برای همین به نظر من داستان خیلی مهمی بود. بله. و ارزش گفته شدن رو داشت و هنوزم من گاهی از من میپرسن که چرا کتابت کوتاهه، چرا کتابت رو به مثلا بیوگرافی شاهد سه بیشتر نپرداخته، به تاریخ کردا بیشتر نپرداخته، و جواب من همیشه اینه که این داستان انقدر عمیق و انقدر مهمه که ارزش این رو داره که چندین کتاب دیگه هنوز دربارش نوشته بشه، برای اینکه به همون ترتیب که ما تو امریکا میبینیم که هر سال راجب ریاست جمهوری واشنگتن یا لینکن یا کلینتون کتاب جدید در میاد. یعنی فکر میکنم که از نظر تاریخی این قصه میکنوس، واقعه میکنوس، قربانیای کرد در اون رستوران، تاریخ جنایت های جمهوری اسلامی علیه رهبرای کرد، همه اینا موضوعی هستن که هنوز ارزش این رو دارن که بیش از یک کتاب، بلکه حتی چندین ده کتاب دربارشون نوشته بشه. بله خانم حکاکیان، در همین مراسمی که 25 ماه گذشته برگزار شد، شما یکی از سخنرانان این مراسم بودید در مراسم تجلیل از دادستانهای آلمان، ولی از شما دعوت شده. به نظر شما کتاب شما چقدر تأثیر داشته روی این موضوع که این موضوع زنده بشه؟ والا دعوتی که اصلا به عمل اومد به این خاطر بود که، یعنی دعوتی که کلن از دادستان به عمل اومد به این دلیل به عمل اومد که من برای سخنرانی دعوت شده بودم به کانون وکلای امریکا در هاوایی، و هنگامی که درباره کتاب قاتلان قصر فیروزه با کانون وکلا در هاوایی صحبت میکردم، بیشتر جمعیت که همشون، یعنی اساساً
قاضی و وکیل بودن بسیار به موضوع علاقمند شدن و در انتهای جلسه اصلا پرسیدن که آیا چه کار دیگه هست که میشه برای زنده نگه داشتن یاد این قربانیان و خاطر نشان کردن اهمیت این کیس به بقیه دنیا انجام داد. و به نظر من رسید که دادستان این کیس و دادستان کل آلمان که بهای خیلی زیادی بابت نوع عملکردشون پرداخته بودن از لحاظ شخصی و از لحاظ حرفه‌ای، دو نفر بودن که واقعا سزاوار قدردانی بودن. و من در اون جلسه در هاوایی به این جمع پیشنهاد یک جلسه قدردانی رو کردم و اصلا انتظار نداشتم که اینا برن دنبال برگزاری همچین جلسه‌ای، ولی خیلی 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 من سورپرایز شدم وقتی که دیدم که دو ماه بعد به من زنگ زدن و گفتن که اون کاری رو که تو ما پیشنهاد کردی رو میخوایم انجام بدیم، حالا بیا کمکمون بکن، تماس ما رو با دادستان و بقیه برقرار کن تا این جلسه رو برقرار کنیم. و من با کمال میل دو سه ماه از وقت خودم رو کنار گذاشتم که به این کانون وکلا کمک بکنم که برنامه رو طراحی بکنن و اجرا بکنن. من بدون شک این تأثیر قلم شما روی این موضوع بی تأثیر نبوده، ولی من میخواستم بدونم چون این اولین تروری نبوده که صورت گرفته، ما ترورهای دیگری در تاریخ 35 ساله ایران داشتیم که از اپوزیسیون در خارج از کشور و داخل کشور شده، و کیس دیگری که دوباره مربوط به کردها میشه کیس ترور دکتر قاسملو است. شما به نظرتون میتونه این موضوع روی ترور دکتر قاسملو هم تأثیری داشته باشه برای دوباره زنده کردن؟ و شاید من بخوام بگم اگه برای موضوع بعدی اگه خواستین موضوع انتخاب بکنید میتونید این کیس رو هم انتخاب بکنید، چرا که قلمتون تواناست. به نظر من موضوع قتلای رهبرای کرد موضوع خیلی مهمیه و کلن موضوع اقلیت‌های ملی مذهبی در ایران بیش از هر زمان دیگه از نظر من اهمیت داره و حائز توجهه از برای همه کسایی که به موضوع ایران علاقمندن. اما من با من نویسنده قصد ندارم که باتم راجع به یه قصد دیگه بنویسم، چون خب میدونین یه آدمی که خلاقه دوست داره که موضوعهای متنوعی رو انتخاب بکنه و از یه حریم به یه حریم دیگه حرکت بکنه. اما من امیدوارم از ته دل که موفقیت این کتاب و اگر کتاب جذابه، جذابیت این کتاب در دل نسلی از نویسنده‌های ایرانی و نویسنده کرد شعله خواستن برای نوشتن بیشتر راجبه این موضوع رو جرقه بزنه. و من امیدوارم که نویسنده های دیگه، هنرمندهای دیگه، فیلمسازهای دیگه ببینن که اینجا توی این موضوع جای بسیار زیادی برای حرف زدن و گفتن و شنونده پیدا کردن و خواننده پیدا کردن هست. بله، به عنوان آخرین سوالم من می‌خواستم بدونم شما در مراسمی که روز ماه گذشته هفته قبل حضور داشتید، گویا من از فیلمایی که دیدم انتقادهایی بر این مراسم هست، میگن چون در این که مراسم شخصیت خود دکتر شرفکندی زیاد بهش پرداخته نشده اونجوری که میبایست و باشه، شما این رو چگونه میبینید؟ بله خب من فکر میکنم که هر گروهی با توجه به علاقه محدود خودشون به این جلسه یه جوری نگاه میکنن و انتقاد خودشون میکنن. چیزی که امیدوارم فرای همه این اعتراض و انتقادا میره و باید بره اینه که این جامعه‌ای که برنامه رو برگزار کرد جامعه کرد نبود، جامعه ایرانی نبود، این کانون وکلا بود. اینا داشتن از زاویه بسیار تخصصی حقوقی
به این مسئله نگاه میکردن. فرق نمیکرد حتی که قربانیای اون رستوران از چه نژاد و چه قومیت و چه مذهبی بیان. موضوع اصلی قدردانی از دادستان و دادستان کل بود و برای همین بود که شما نمیتونستین یکی از دو تا از مهمترین قضات ایالت نیویورک که همون قاضی بود، قاضی پرسکا که توی دادگاهش این برنامه برگزار شد، کسانی که بسیار از لحاظ سیاسی روابط خیلی خیلی پیچیده و عمیقی با دستگاه دولتی دارن، رو به هیچ وجه نمیتونستین راضی بکنین که برنامه اجرا بکنن به غیر از برنامه حقوقی توی دادگاه خودشون. اون قاضی پرسکا در ضمن بایستی اینو من به شنوندگان شما عرض بکنم که اون قاضی جزء لیست قضاتی بوده که قبلا به وسیله یکی دو تا پرزیدنت برای دادگاه عالی کشور مورد نظر قرار گرفته شده. اینه که یه همچین حرکاتی از جانب یه همچین شخصیت های بالای سیاسی و حقوقی بسیار بسیار ظریفه و اگه ما میخواستیم که مسئله رو تبدیل به مسئله کرد بکنیم یا تمرکز رو از روی دادستان و دادستان کل برداریم و بذاریم روی قربانیان، حتما فرصت برگزاری برنامه رو از دست داده بودیم. دلیل این که تونستیم یه همچین برنامه رو بعد از 20 سال در زمانی که همه دارن با رژیم جمهوری اسلامی مصالحه میکنن و هیچ علاقه به یادآوری و برگشتن به گذشته تلخ رفتار ایران در خارج از کشور و در درون کشور ندارن، به نظر من انجام یه همچین مراسمی یه معجزه کامل بود و من به عنوان یه ایرانی، به عنوان فعال حقوق بشر، به عنوان نویسنده، به هممون، به همه کردا، به همه فعالان حقوق بشر و به همه هنرمندا این رو به عنوان یک دستاورد بسیار بزرگ تبریک میگم. بله خانم مکاکیان، شما از طریق کتابی که نوشتید جایگاه خاصی در بین کردها پیدا کردید. خواستم به عنوان آخرین اگه پیغامی دارید، چون بینندگان ما این برنامه رو میبینن، اگه پیغام خاصی دارید بتونید بفرمایید. من چشم انتظار روزی هستم که کردها همه با هم دوباره همبستگی خوب خودشون و تاریخی خودشون رو به دست بیارن و من خودم فکر میکنم با مطالعه کمی که از رهبران کرد به خصوص دکتر قاسملو داشتم، فکر میکنم که در جامعه کرد قابلیت این هست که ما رو، همه ایران رو، همه ایرانی ها رو در راه آزادی و دستیابی به دموکراسی رهبری بکنن و من فکر میکنم که من خودم با کمال افتخار زیر پرچم کردا برای این رهبری، در راه این رهبری قرار میگیرم و امیدوارم که بقیه هموطنان من هم به اهمیت و همه کارهای کردا و رهبرهای کرد به خصوص در 30 سال اخیر برای نجات افراد اپوزیسیون ایران انجام دادن رو از یاد نبرن و هر چه زودتر شما همبستگی تاریخی خودتون رو دوباره به دست بیارین و به ساختن و بازسازی و دستیابی به آزادی دموکراسی در ایران به ما کمک و رهبری بکنین. خیلی ممنون خانم حکاکیان. من هم امیدوارم که در کارهای آیندهتون دوباره موفق باشید و شاهد کتابهای جدیدتون باشیم. خیلی ممنون. بله آقای شریف بهروز، ما برمیگردیم. من سوالم رو دوباره تقدیم شما میکنم. آقای بهروز، شما به عنوان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران از چگونگی برگزاری مراسم و تجلیل از دادستان‌های این موضوع برامون میتونید بیشتر توضیح بدید؟ بله، همونطوری که خانم حکاکیان اشاره فرمودن، بله، انجمن وکلای فدرال آمریکا همچون نشستی و فراهم دیده بودن و صرف از لحاظ حقوقی میخواستن به این پرونده نگاه بکنن و دو طرف حقوقی و در واقع
داستانی این کشور آلمان بعد از 17 سال از زحماتشون قدردانی شد و خب بالاخره برای ما حزب دموکرات کردستان ایران که دبیر کل این حزب در این ترور جان خودش از دست داد، خب بر عظمت به سزای برخورداره و در واقع برای ما جای خوشحالی بود که انجمن وکلای آمریکا و دوستان دیگه هم علاقه من به این پرونده هستن و میخوان اینو به هر حال از کسانی که در این پرونده دست داشتن و تونستن پرونده رو به نوعی به موفقیت برسونن قدردانی بشه و برای کل مردم کردم در کردستان ایران و به خصوص در سرتاسر کردستان جای خوشحالی است که بعد از 22 سال از ترور دکتر صادق شرفکندی و 17 سال بعد از صدور این حکم بازم این پرونده به جای خودش باقی است. در واقع مسئله حائز اهمیت در این نشستم این بوده که به شکلی بشه در واقع طرف قضایی این قضیه رو به هر حال به شکلی به نهایت برسونیم. یعنی خب میدونیم که هنوزم حکم جلب‌هایی برای این صادر شده و در نهایت این حکم جلب نباید قربانی یک معاملات سیاسی بشه و در نهایت از لحاظ سیاسی هم حالا اگه سوال بعدیتون ممکنه بله. در این حکم اگه... باشه از لحاظ سیاسی هم در واقع این اهمیت خاصی بله. داشت که من بخش اگه اجازه بفرمایید من سوالم رو از آقای رشیدی دارم. آقای رشیدی به نظر شما از لحاظ دید رسانه‌ای این موضوع تا چه حد تاثیرگذار بوده روی جامعه آمریکا و علل خصوص جامعه ایران، چرا که پرونده‌ای که بعد از ده ها سال به فراموشی تقریبا سپرده شده و در همین اوقاتی که مذاکرات ایران و آمریکا و کشورهای پنج به علاوه یک در حال انجام شدن هست، شما چه تأثیری خواهد گذاشت روی این موضوع؟ اگر اجازه بدید من در ابتدا در مورد کتاب قاتلان قصر فیروزه توضیح کوتاهی بدم. این کتاب از طرف انجمن نویسندگان آمریکایی آسیای تبار به عنوان بهترین کتاب برگزیده شد، به عنوان یکی از 100 کتاب منتخب سال نیویورک در اومد در واقع و جزو کتاب‌های برگزیده رویترز بود و انعکاس بسیار گسترده‌ای در نه فقط در جامعه آمریکا بلکه در بعد جهانی به دنبال داشت. واقعی میکونوس به هیچ وجه واقعی نیست که به فراموشی سپرده شده باشه. این یک رویداد تاریخیه. چرا؟ چون بعد از به دادگاه کشوندن افرادی که مرتکب قتل میلیون ها یهودی در آلمان هیتلری شده بودند، حکم دادگاه میکونوس و روند دادگاه میکونوس از سال 1992 تا 97 که به طول کشید و صدها نفر در اون در واقع شهادت دادند و دولت‌های قدرتمندی در اروپا و به ویژه در خاورمیانه که جمهوری اسلامی ایران بود در این کیس دخیل بودند، اتفاقا کردها جهت ضعیف این پرونده و این دادگاه بودند چون قدرت مالی، اقتصادی و سیاسی نداشتند. ولی این قضات داستان‌های آلمانی در واقع پا به پیش کشیدن و همان گونه که مشهور میگن هنوز به قضاوت یا به حکم قضاوت در آلمان مستقل هستش و خود اینم با یک مسائل و معضلاتی روبرو شد. ولی در جامعه آمریکا این مسئله تا حدودی انعکاس داشته، ولی متاسفانه من باید اظهار بکنم آقای قربانی که این مسئله در رسانه‌های سراسری که مدام ادعا می‌کنند کردها ایرانی‌اند و از هر ایرانی ایرانی‌ترند عملا بایکوت شده بود. رسانه‌هایی که رو به ایران به پول بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برنامه پخش می‌کنند به شرکت نکردند و در این نشست حضور نداشتند و گویا این مسئله حائز اهمیت نبود، در حالی که مسئله بسیار بسیار حائز اهمیتی بود در نهاد مهمی چون
دادگاه فدرال آمریکا در شهر نیویورک بعد از گذشت نزدیک به 2 دهه از واقعه میکونوس یک بحث صرفاً حقوقی و سیاسی برگزار میشد که رو به ایران بود و حکمی که برای اولین بار در تاریخ سران و زمامداران یک کشور را به چالش میکشید که از تصمیم گیرندگان این کشتار فجیع در 17 سپتامبر 92 در برلین آلمان و در میکونوس بودند. متاسفانه رسانه‌های سراسری ایرانی آن گونه که شاید و بایده به این مسئله نپرداختند، مثل بقیه برنامه‌هایی که یک جورهایی وابسته به کردها یا گره خورده به کردها است و این خودش برای خیلی ها، حتی برای رؤیا حکاکیان که یک نویسنده ایرانی است بدون شک، بسیار سوال برانگیز بود. دو سه روز قبل از برگزاری برنامه من به ایشون گفتم من فکر میکنم که رسانه های سراسری بایکوت خواهند کرد، ولی ایشون تا برگزاری برنامه هم بر این باور نبود. بله آیه بهروز، من دوباره سوالم رو شما به خدمت شماست. شما اشاره کرد به موضوع سیاسی، سیاست غرب در جهت جبهه بندی بین ترور و آنتی ترور، جبهه‌ای که در اون رعب و وحشت قرار داره و جبهه‌ای که در مقابل اون قرار داره، آیا حزب دموکرات کردستان ایران تونسته این موضوع رو با این باسندیت بر این ترورها این رو به جامعه جهانی بقبولونه یا حداقل بشناسونه که ما در از اولین قربانیان ترور هستیم؟ خب بیشک ما در محافل سیاسی نه فقط در آمریکا ما تونستیم به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران، اگه سالهای سالم تونستیم با این رژیم جنگ بکنیم، اسلحه هم به دست بودیم، ولی تونستیم اون اصلیت خودمون که در واقع ایمان به دموکراسی و ایمان به حقوق بشر رو به موازین بین‌المللیست نگه بداریم و در واقع ثابت کردیم که این وضعیتی که بر ما تحمیل شده در واقع تحمیلی است و در محافل بین‌المللی مثل اینترنشنال سوسیالیست ما بتونیم عضو بشیم و در سازمان دیگه هم به خیلی راحت ما میتونیم درشون شرکت یا به هر حال درشون عضو بشیم. خب بالاخره در آمریکا هم نگرش محافل سیاسی آمریکا، سیاست مداران آمریکایی در واقع به نسبت به مسئله کرد و به حزب دموکرات کردستان هم در همین چارچوبه. ما نه تنها در آمریکا از در قبال در واقع در محافل سیاسی از به عنوان حزب سیاسی در واقع دموکرات بمون برور نگاه میشه، در اون طرف هم به عنوان یه حزبی که قربانی تروریسم بوده و مسئله ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق شرفقنی در واقع یه چیز خیلی جدا نشدنی از دموکرات کردستان و ملت کرد در کردستان ایران میباشن. و ولی در هر صورت این مشکل اساسی که این از چه لحاظ و از چه شکلی بتونن به این مسئله رسیدگی بکنن، خب بالاخره سوال برانگیزه. این نشستی که شما بهش اشاره کردیم، این برنامه در رابطه با اون در واقع از این نشست هایی است که میتونه بیشتر روشنایی روی مسئله میکونوس و واقعا مسئله قربانی شدن کرد و حزب دموکرات کردستان ایران در باب تروریسم بیاندازه و در نهایت ما را همون در همون جبهه قرار خواهد داشت که جبهه ضد ترور و که رژیم جمهوری اسلامی رهبریش میکنه و مطمئنا منافع ما به عنوان ملت کرد در کردستان ایران و که رهبر حزب دموکرات کردستان ایران بخش از اون رهبری میکنه 100% با منافع کشورهایی که مدافع دموکراسی و با تروریسم در جنگ هستن به هم گریم خوره و حالا هم خورده بود در آن هم خواهد. آقای شریف بهروز، من حالا توجه هم به این موضوع است، در علل خاص به این مراسمی که در هفته گذشته برگزار شد، چرا که کسانی که در اونجا بودن دادگاه فدرال بسیار پروفشنال و کارشون اینه، شما آیا راهی چاره جویی برای گشایش دوباره پرونده دکتر قاسملو برای موضوع سوال کردید که آیا امکانش هست که این موضوع دوباره زنده بشه؟ چرا که همین دادگاه میکونوس هم در آمریکا اتفاق نیفتاده، دادگاه اتریش هم وین هم در آمریکا اتفاق نیفتاده، ولی این یکی میشه در آمریکا ازش قدردانی کرد، ولی ترور اولی تا به حال
بسته مونده و راهکاری نداشته. شما در این راه آیا سوال کردین در مورد چاره جویی در این موضوع؟ ببینید، یکی از دلایل اصلی برگزاری این جلسه و این نشست و این جلسه قدردانی در واقع علاقه وکلای انجمن وکلای فدرال آمریکا به این مسئله و چرا که این پرونده به موافقت انجامید و در واقع براشون جای سوال بود، علاقه من بودن که از زبان خود این دادستان ها بشنون که فرق سیستم قضایی آمریکا با آلمان چیست. و یکی از این دادستان ها آقای پیتریوست، ایشون که دادستان اصلی در رابطه با قضیه میکنست بودن، به این مسئله اشاره کردن و در واقع برای وکلا آمریکا خیلی جای اهمیت بود که این فرق در واقع در کجا هست. یا مثلا اگه پرونده دکتر عبدالرحمن قاسملو که در وین در 3 سال پیش از دکتر شرف کندی شهید شد چرا به نتیجه نانجامید، خب بالاخره ما باید به تفاوت‌های قضایی و سیستم دادستانی این کشورها بررسی بکنیم. در کشور اتریش متاسفانه سیستم قضایی به اون صورت مستقل نبوده و متاسفانه خود دولت حاکم هم در اون زمان به شکلی در جنایت قبل از در واقع جنایت یهودیا در زمان جنگ جهانی دوم دست داشته. به هر حال این مدارکی موجوده در این رابطه. خب بالاخره اینا حاضر نبودن که منافع اقتصادی و بازرگانی خودشونو با ایران که به میلیاردها دلار میرسید با رژیم ایران در رابطه با این قضیه به خطر بیندازن. البته خود دولت آلمان هم همچون بر این باور بودن، ولی خب سیستم قضایی آلمان و در واقع شهامت و شجاعت این دو دادستان که در واقع به همین خاطر هم ازشون قدردانی شد باعث شد که این پرونده به نهایت به نتیجه برسد. ولی آیا ما این میتونه در واقع سرنخی باشه، شروعی باشه برای اینکه فشارها برای بازگشایی پرونده تو قاسملو بیشتر بشه؟ خب امیدوار کننده هست. مطمئنا با وکلای ما در اونجا صحبت کردیم، نه برای بازگشایی پرونده ولی حداقل برای اشاره به این مسئله که بله همچون پرونده های دیگه هست که نه فقط مورد تو قاسملو بلکه قربانیان ترور رژیم جمهوری اسلامی که در واقع نیاز به کمک اونا دارن و بتونیم، چون مسئله ترور قاسملو مسئله سیاسی است، مطمئنا میتونه از محافل سیاسی هم بر دولت اتریش به مقامات اتریش فشار آورده بشه که بتونن بخصوص در این مقطع که جمهوری اسلامی در اوج فشار بین‌المللی است بتونن از منافع خودشون که تا به حال گذشتن بیشتر هم بگذرن و این قضیه را در واقع پیگیری بکنن و پرونده وین هم مثل پرونده میکونوس به حداقل موفقیتی برسه. بله آقای رشیدی، من سوالم حضور شماست. شما اشاره کردید به کمکاری و حتی اهمال دستگاه‌های رسانه‌ای فارسی و ایرانی در خارج از کشور. من می‌خواستم بدونم شما علت این موضوع رو در چه می‌بینید و در این حال آیا دستگاه‌ها و رسانه‌های کردی رو برای خبردهی و خبررسانی در این موضوع مناسب دیدید؟ اصلا ببینید این ربطی نداره که رسانه کردی ایرانی یا غیر ایرانی. این یک رویداد بسیار مهمه و برای اولین بار اتحادیه وکلای دادگاه فدرال آمریکا چنین جوایزی به دادستانها یا به قضاتی در خارج از آمریکا تقدیم میکنه. اصلا خود رویداد یک رویداد منحصر به فرد بود و باید اونها میومدن و این رویداد خوشبختانه به مبارزه دموکراسی خواهانه مردم ایران یه جورهایی و به ویژه مبارزه حق طلبانه مردم کردستان ایران گره خورده بود. باید اونها می اومدن و پوشش خبری میدادن. اونها هر روز از گوشه و کنار دنیا خبرهای متعددی دارن پخش میکنن و کار خوبی هم میکنن، ولی تا مسئله میاد کورتا اونها به قول خودشون خیلی پروفشنال میشن و میخوان حرفه‌ای عمل بکنن در این زمینه. به نظر من نگاه اونها و عملکرد اونها شدیداً تبعیض آمیز نسبت به کردستان، شدیداً تحقیر آمیز نسبت به مبارزات برحق ملت کردستان و از همین زاویه متعصبانه و گاهن انحصار طلبانه نمیخوان پوشش بدن چون این مسائل بسیار مهمی که برای جامعه ایران و به ویژه برای جامعه کردستان حائز اهمیته.
البته مردم کردستان منتظر اونها نیستن که اینا این مسائل رو تحت پوشش قرار بدن، چرا اونها به قبل از اینکه این رسانه ها وجود داشته باشن برای آزادی، دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی مبارزه کردن و مبارزه خواهند کرد. نکته دیگه‌ای که میخوام اشاره بکنم اینه که در یادبود صدومین سال جنگ دوم جهانی، اول جهانی و 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین قرار همین انجمن وکلای دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک یه نمایشگاهی برگزار بکنه که یه بخش بسیار مهمی از نمایشگاه همچنان به دادگاه میکونوس و به واقعه میکونوس خواهد پرداخت. بله آقای شریف بهروز، گویا در این من این سوال رو از آقای خانم حکاکیان هم داشتن، ایشون توجیهشون بود که در این دادگاه به شخصیت دکتر شرفکندی و سایر اشخاص اونجا زیاد پرداخته نشده و ایشون گفتن این موضوع شاید چون این دادگاه دید خاصی و پروفشنال به موضوع داشته. آیا به نظر شما اینطوری بوده؟ بالاخره این بخشی از این قضیه است. خب میدونید تورو در میکونوس فقط دکتر صادق شرفکندی تورو نکرده، بلکه چهار شخصیت سیاسی، درست سه نفرشون از دموکرات کردستان میدونم ولی آقای نوری دو کردی هم بود. خب اگه قرار بود به این شخصیت دکتر صادق شرفکندی که به جا هم بود بهش اشاره بشه، باید به همه اونا هم اشاره میکردن، در واقع یه نوعی تساوی، یه نوع پوشش اهمیتی بود که من به نظر من اگر از برگزار کنندگان این برنامه هم به شکلی گله کردم اعتراض داشتم که باید بخشی از این برنامه به شخصیت خود دکتر صادق شرفکندی و مبارزات ملت کرد در کردستان ایران در واقع پرداخته می شد، ولی اونا هم نظرشون این بود که این اولین برنامه شون بوده، تجربه به اون شمانی نداشتن و مطمئنن در برنامه همگیره در نظر خواهند داشت، ولی اونی که خانم حکاکیان گفتن در واقع بجاست، اونم چون در یک مرکز حقوقی خیلی عالی در آمریکا برگزار شده از طرف یک انجمن وکلای آمریکا و اونا هم بیشتر از لحاظ حقوقی و قضایی به مسئله نگاه میکنن، مطمئنا اگه پرداختن به این قضیه به سابقه مبارزات مردم کردستان ایران، شخصیت دو قاسملو و دکتر صادق شرفکندی و حزب دموکرات کردستان ایران خیلی از اهمیت بود، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که بهتر است به اون ابعاد اون قضیه پرداخته نشه. و در اصل خود این نشستم قدردانی از این دو داستان بود و این دو داستانم به اون شکلی که باید هر کدومشون به خود دکتر صادق شرفکندی، به حزب دموکرات کردستان ایران و به مبارزات مردم کرد اشاره کردن، ولی در هر صورت یه بخش خصوصی نبود، خصوصی نبود که به این قضیه پرداخته بشه، اونم به خاطر اهمیت خود قدردانی از خود دادستان ها و از یه طرف هم اون جایی که درش برنامه برگزار شده و از طرف انجمنی که این برنامه برگزار کرده میخواستن که قضیه بیشتر سیاسی نشه و از لحاظ حقوقی و قضایی بیشتر به مسئله. بله آقای شریف بهروز، به عنوان آخرین سوال من این سوال رو از خدمت شما دارم، آیا حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان اون موضوع اصلی که دکتر صادق شرفکندی رهبر این حزب بوده، آیا فکری یا برنامه‌ای برای تجلیل از این دادستان‌های دادگاه دارند یا خیر؟ بله بجاست، البته این در ابعاد گسترده‌تری هم چه در کردستان چه در مناطق در کشورهای دیگه اروپایی آمریکایی انجام بشه و این بجا خواهد بود که اگه حزب دموکرات کردستان ایران همچون برنامه تدارک ببینه برای در سالگرد تورو دکتر صادق شرفکندی یا در مناسبت های دیگه، ولی به جاست که من به اونم اشاره بکنم که دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران آقای مصطفی هجری تقدیرنامه‌ای برای انجمن وکلای آمریکا فرستاده بودن که در واقع ازشون سپاسگزاری شده بود برای انجام این مراسم و این هم ازش خیلی استقبال کردن، حضور اعضا و
هواداران حزب دموکرات کردستان ایران در این مراسم برای برگزار کنندگانشون خیلی جای تعجب بود، چون برایشون خیلی از اهمیت بود که حتی هواداران حزب تونستن از کشورهای مثل استرالیا، از اروپا و از کانادا به شکل وسیعی، در واقع خیلی جای تقدیر بود و همه برگزار کنندگان هم از شرکتان تشکر کردن و از خود پیام قدردانی و تشکر آقای مصطفی جی هم خیلی خوشحال بودن و در اون پیام هم خب بالاخره در میدیای خود شما هم این انعکاس پیدا کرده بود که از شجاعت و شهامت این دو داستان قدردانی شده بود و از اینکه این داستان این انجمن وکلای امریکا تونسته همچون برنامه ای رو برای اونو بذاره، در واقع جای تشکر و قدردانی است. و منم امیدوارم که با جلسه های تقدیر و تشکر از این دو داستان و افراد دیگه این پرونده که مطمئنن از دوستان حزب دموکرات کردستان ایران که در آلمان و در این قضیه دخیل بودن مطمئنن میشه استفاده کرد، قدردانی کرد. و خوشبختانه ما کسانی زیادی داریم، حالا خانم رویا حکاکیان کسی هستن که در این باره تحقیق فراوانی کردن، افراد دیگه مثل خانم کارول تون هاوی که در باره پرونده تون قاسم و این همش میتونه در واقع وظیفه ماست که این کار انجام بدیم و امیدوارم که انجام بشه. بله آقای شریف بهروز، وقتمون رو به پایان است. میخواستم با آقای آخرین سوالم را حضور آقای رشیدی داشته باشم. آقای رشیدی، شما تاثیرگذاری رسانه ها رو چگونه میبینید برای دوباره زنده کردن این موضوع و اگر پیغام خاصی دارید در خصوص این برنامه و این مراسم میتونید عرض بفرمایید؟ من خیلی کوتاه میگم، این بسیار نگاه سطحی و حاشیه‌ای که بگیم این مسئله به کردستان یا به مبارزه دموکراسی خواهانه و عدالت طلبانه مردم کردستان مرتبط نبوده. برعکس، خود این حرکت در نهاد مهمی چون دادگاه فدرال آمریکا حائز اهمیت، در اون الکساندر فونشتال و برنو یوست دو دادستان آلمانی صحبت کردند، در مورد واقعه میکونوس صحبت کردند، از دکتر شرفکندی صحبت کردند، از قربانیان دادگاه رویداد میکونوس واقعه میکونوس سخن به عمل اومد، همان گونه که آقای بهروز اشاره کردند. کردها استقبال چشمگیری کرده بودند، اعضا و هواداران حزب دموکرات کردستان ایران یه بخششون با لباس کردی که خیلی خیلی جلب توجه میکرد اومده بودند اونجا. قضات خیلی خیلی خوشحال بودند، دادستان ها ابراز خوشحالی کردند. سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در آقای بیندگر در آلمان، در اتریش و سوئیس سخنرانی بسیار سیاسی ارائه کردند. خانم لوریتا پرسکا یکی از قاضی‌های بسیار مشهور در ایالات متحده آمریکا سخنرانی کردند و خیلی قاضات دیگه چون جوانا سیبرت قاضی دادگاه فدرال، آقای رابرت کوهن از وکیلای سرشناس آمریکایی صحبت کردند. تمام این مسائل مستقیم و غیر مستقیم مرتبط به حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان میراثگر واقعی این شهیدان در ارتباط بودن. تشکرنامه آقای اجری، تقدیم این وکلا و تقدیم برگزار کنندگان این نشست شد و این دیدگاه به نظر من سطحیه که چون اساساً هم کردها اینو برگزار نکرده بودن و صرفاً جنبه حقوقی داشت و اهمیت کارم در این بود اتفاقاً و این دستاورد بسیار بزرگی برای مبارزات پیگیرانه مردم کردستان برای آزادی و دموکراسی. بله، خیلی ممنون آقای رحیم رشیدی روزنامه نویس از حضورتون در این برنامه. بله، و همچنین آقای شریف بهروز نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا و کانادا. شب خوش و خدا نگهدار. شبتون بخیر، موفق باشید. بینندگان عزیز تلویزیون تیش، به این ترتیب به پایان برنامه امشب تریبون رسیدیم. تا برنامه دیگر، شب خوش و خدا نگهدار.